تمام چیزهایی که مربوط به اوپن و کلوز هست توی همین سه تا دستور دیده میشه. اوپن رو در موردش قبلا صحبت کردیم. اگر شما کنترل رو نگه دارید اینجا یه دستوری میاد به اسم اوپن این نیو ویندو که ممکن خیلی به دردتون بخوره، ممکنه شما بخواید این فولدر رو اصلا جدا باز بکنید، کنترل کامند او، یا میتونید روش کامند دابل کلیک هم بکنید، باز همین کار رو انجام میده. اما این فایل هایی که این تو هست و حالا فایل های مووی و MP4 شما میخواییم بازش بکنید، نه با برنامه که پیشفرض خودشه، میان اینجا توی Open With. پیشفرضش کویک تایم پلیر 10، شما ممکنه بگیم با کویک تایم پلیر 7 میخوام باز بکنم، یا اصلا کلن همیشه هرچی فایل MP4 میخوام با کویک تایم پلیر 7 باز بشه به جای 10. شما اگر Alt رو اینجا نگه دارید Always Open With رو میبینید که اگر من اینجا الان کویک تایم پلیر 7 رو انتخاب بکنم یا VLC تغییر میکنه به اون برنامه ها و دیگه این فایل همیشه با اون برنامه باز میشه، البته این نوع فایل. یک عنوان دیگه هم شما اینجا دارید، همونطور که گفتم خدمتتون، اگر Alt رو من نگه دارم Open and Close Window رو میبینید. شما مثلا اگر این برنامه این پنجره رو باز کردید، خواستید به محض اینکه این عکس رو روش دابل کلیک کردید و باز شد، خود این فولدر بسته بشه. همینطور روش Alt دابل کلیک بکنید به یه همچین شکلی، هم میتونید از این دستور کامند Alt O استفاده بکنید که فولدر رو بلافاصله میبنده. اما در مورد بستن فولدرها و بستن در واقع چند تا پنجره، اگر شما چندین و چند پنجره باز داشته باشید، اینجا بخواید یه دونش رو ببندید که خب طبیعتاً کامند W رو میزنید همونطور که میدونید، اما اگه خواستین چندین پنجره رو با هم ببندید چطور؟ اگر شما Alt رو اینجا نگه دارین Close All دیده میشه که همه رو با هم اینجوری میبنده، و طبیعتاً شورتکاتش هم Alt Command W هستش.